سرخط خبرها و مهمترین های امشب. کرونا در افغانستان، 71 نفر در 24 ساعت جان باختند. ناامنی در شرق افغانستان، 35 هزار نفر در لغمان و ننگرهار آواره شدند و همچنان در پایان. ساله پیشروی طالبان یک خط باریک است، عمق و پناه ندارد. به نام یاد خدا و با عرض سلام به یک دیگر از ویدیوهای کانال جندال انفو خوش آمدید. بر اساس آمار رسمی وزارت صحت آمد در شبانه روز گذشته 1801 بیمار جدید کرونایی در کشور شناسایی شده و در این مدت 71 بیمار جان باخته. خبرگزاری افاق بر بنیاد گزارش رسمی وزارت صحت آمد که امروز دوشنبه 24 جوزا منتشر شده، شمار مجموعی فوتی های ناشی از کووید 19 در افغانستان به 3683 نفر رسیده است. همچنین با ابتلای 1801 نفر در 24 ساعت شمار کل بیماران کووید 19 در کشور 93272 تن اعلام شده است. طبق آمار رسمی وزارت صحت در شبانه روز گذشته 296 بیمار مبتلا به کرونا در کشور بیبود یافتند. در موج سوم کرونا آمار مرگ و میر و مبتلایان به گونه بی سابقه افزایش یافته است. آمار امروز بلندترین رقم مرگ و میر که تاکنون به ثبت رسیده است. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که پیک موج سوم کرونا در افغانستان 7 برابر پیک موج اول و دوم این ویروس می باشد. وحید مجرو سرپرست وزارت صحت عامه امروز دوشنبه 24 جوزا در مجلس نمایندگان گفت که خطر موج سوم جدی است و در صورت ادامه بی‌توجهی مردم و کم نشدن رفت آمد این بحران وسیع‌تر خواهد شد. ناامنی در شرق افغانستان، 35 هزار نفر در لغمان و ننگرهار آواره شدند. دفتر امور هماهنگی کمک های بشری ملل متحد اوچا می گوید که 35 هزار نفر در نتیجه درگیری های اخیر در ولایت های ننگرهار و لغمان از مناطق اصلیشان آواره شدند. در گزارشی که به تازگی از سوی اوچا منتشر شده آمده است که در هفته های اخیر 23 هزار تن در ولایت لغمان و 12 هزار تن دیگر در ننگرهار بر اثر خشونت ها و درگیری ها خانه هایشان را ترک کرده و به مناطق دیگر آواره شدند. اوچا گفته است که از میان 35 هزار آواره 24 هزار نفر آن به کمک های فوری نیازمندند. با گفته اوچا بیشتر بیجا شدگان لغمان از سوی ولسوالی های علی شنگ و علی نگار که بعد از ترک خانه هایشان به مهترلام مرکز این ولایت رفتند. این سازمان همچنین گفته است که شمار زیاد از ساکنان ولسوالی های چین، پیچیراگام، دهبالا و سخرود ننگرهار نیز به ولسوالی های انجوار و مرکز آواره شدند. اوچا همچنین از ادامه درگیری ها میان نیروهای امنیتی و جنگجویان طالبان در این دو ولایت ابراز نگرانی کرده و گفته است که ادامه این وضعیت ساکنان این دو ولایت را با مشکلات جدی روبرو می سازد. از سوی هم دفتر امور هماهنگی کمک های بشری ملل متحد از افزایش خشونت ها در کنر و نورستان ابراز نگرانی کرده و گفته است فعالیت یک شفاخانه دولتی در ولسوالی دواب نورستان متوقف شده که این گونه 26 هزار نفر از دسترسی به خدمات صحی محروم شدند. امرالله صالح پیشروی طالبان یک خط باریک است، عمق و پناه ندارد. خبرگزاری افاق در حالی که طالبان ادعا دارند که نزدیک به 30 ولسوالی را طی هفته های اخیر تصرف کردند، امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری میگوید که این گروه یک خط باریک ایجاد کرده و پیشروی آن عمق و پناه ندارد. صالح امروز دوشنبه 24 جوزا در صفحه فیسبوک خود نوشته است در بسا مناطق که اسمش را سقوط گذاشتن طالب با ایجاد یک خط باریک پیشروی کرده، عقبه ایشان عمق و پناه ندارد. او گفته است آنهایی که جنگ با طالبان را بلدند میدانند که این خط باریک به گورستان دسته جمعی این گروه وحشت و جهل تبدیل خواهد گردید. معاون نخست ریاست جمهوری افزوده است در روش رفتار طالب با مردم هیچ نوع تغییر نیامده، بلکه جاهلتر و وحشیتر شدند. او در ادامه توصیه کرده که فریب تبلیغات را نخورید. صالح همچنین استادگی در برابر طالبان را دفاع از ارزش‌ها و کرامت انسانی خوانده است. آقای صالح پیش از این ریاست جلسات امنیتی موسوم به 6:30 را بر عهده داشت که در ساعات اولیه هر روز صبح به منظور بررسی امنیت کابل برگزار می‌شد.
و گزارش آن از طریق فیسبوک آقای صالح منتشر می‌گردید. مدت است از این جلسات خبر نیست و آقای صالح به ندرت در بالای مسائل احاد سیاسی و امنیتی موضع‌گیری می‌کند. این در حال است که او بار اعلام کرد که جلسات ششونیم به‌زودی در سراسر ولایات برگزار خواهد شد. گفتنی است که بر اساس ادعای طالبان دست کم 30 ولسوالی در هفته‌های اخیر به دست این گروه افتاده، به گفته منابع برخی از ولسوالی‌ها بدون درگیری با طالبان واگذار شده است. با این حال برخی چهره‌ها از واگذاری ولسوالی‌ها به طالبان انتقاد می‌کنند. به تازگی مارشال عبدالرشید دوستم، معاون پیشین ریاست جمهوری، گفته است که تخلیه ولسوالی‌ها اشتباه جبران ناپذیر می‌باشد. همچنین اعضای مجلس نمایندگان از سقوط ولسوالی‌ها در هفته‌ها و روزهای اخیر در شمار از ولایات کشور به شدت انتقاد می‌کنند. نمایندگان تاکید کردند که نیاز است حکومت تدابیر جدی را برای جلوگیری از سقوط ولسوالی‌ها و تأمین امنیت مردم روی دست بگیرد. رئیس مجلس نمایندگان هم به کمیسیون امنیت داخلی و امور دفاعی مجلس وظیفه داد تا عوامل سقوط ولسوالی‌ها و ناکامی حکومت در این زمینه را بررسی کنند. میر رحمان رحمانی رئیس مجلس نمایندگان همچنین از حکومت و نهادهای امنیتی خواسته است که در تمام استراتژی‌های موجود جنگی تجدید نظر کرده و زمینه دفاع خودی و مردمی را در چارچوب نیروهای امنیتی فراهم سازند. ائتلاف شمال احیا می‌شود، خبرگزاری افاق. وضعیت امنیتی آشفته شمال به مثابه منطقه نفوذ اصلی این سه رهبر حتی می تواند روی موقعیت سیاسی آنان هم تأثیر بگذارد، ضمن آن که قدرت نمایی نظامی دوستم در شمال چیزی نیست که برای دیگر رقبای سنتی و قومی او مانند عطا محمد نور قابل تحمل باشد. موضوعی که در پست فیسبوکی آقای نور هم به طعنه به آن اشاره شده است، دلیل آن هم این است که این خطر وجود دارد که او در آینده به تنها بازیگر نظامی در شمال تبدیل شود و دست آقای نور و امثال او از سیطره بر منطقه نفوذ سنتیش کوتاه شود. محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان گفته است از پیام جناب عطا محمد نور که خواستار وحدت میان خودشان مارشال دوستم و این جانب شده در چوکات نظام جمهوری اسلامی حمایت می نماییم. عطا محمد نور اخیراً گفته است که می خواهد در مشورت و هماهنگی با عبدالرشید دوستم و محمد محقق مطابق یک پالیسی روشن بدون شکل‌دهی حکومت ملوک الطوایفی برای دفاع از سرزمین خیش به پیش برویم. نور در ادامه نوشته است که مارشال دوستم حق دارد تجهیزات و امکانات را که از برخی کشورها به دست آورده است به نمایش بگذارد و از آن در دفاع از وطن استفاده کند، اما ما به دفاع جمعی و بسیج کلان نیاز داریم. آقای نور از سقوط ولسوالی‌ها تا هفته‌های اخیر نیز انتقاد کرده و نوشته است که قدرت، ثروت، امکانات، تجهیزات و دستور جنگ را حکومت در اختیار دارد، اما به گفته او نمی‌دانند که چه کنند. اگرچه تا زمان نوشتن این متن مارشال دوستم به اعلام آمادگی دو ضلع این ائتلاف نظامی احتمالی واکنش نشان نداده، اما در صورت موافقت او جنگ در شمال وارد مرحله تازه خواهد شد. تشکر که تا این دم با ما بودید. برای ویدیوهای بیشتر و تازه‌ترین خبرها کانال را سابسکرایب نمایید. روزتان خوش.